نیویورک تایمز: یوکی آمانو به این نتیجه رسیده که رژیم ایران وقت کشی میکند. پیشنهاد استفان دو میسترا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای ایجاد مناطق آزاد در سوریه. در تظاهرات روز جهانی همبستگی با کوبانی، یورش ماموران سرکوبگر به تظاهر کنندگان سنندج با گاز اشکاور. سناتور جان مکین هشدار می‌دهد هرچه دیرتر نیروی زمینی در جنگ با داعش وارد کنیم، بهای آن سنگین‌تر خواهد بود. سناتور مکین از رهبران ارشد سنای آمریکا می‌گوید: در حال حاضر و در صحنه جنگ، آمریکایی‌ها نمی‌توانند اهداف را شناسایی کنند. ما به آنها از پیش هشدار می‌دهیم. این رئیس جمهور تنها رئیس جمهوری است که به داعش از یک هفته قبل هشدار می‌دهد تا آنها بتوانند از ساختمان‌هایی که ما در CNN می‌بینیم منفجر می‌شوند خارج شوند. بله، ما نیروی زمینی در صحنه خواهیم داشت و هر چه بیشتر تأخیر کنیم، بهای آن سنگین‌تر خواهد بود. سناتور جان مکین پیش از این نیز از دولت اوباما خواسته بود باید همان کاری که اردوغان و ترک‌ها خواستند را محقق کنیم، یعنی در داخل سوریه یک منطقه حائل و پرواز ممنوع ایجاد کنیم. این غیر اخلاقی است که رزمندگان ارتش آزادی و مردم را در زیر بمباران بشکه‌های انفجاری بشار اسد رها کنیم. ضمناً در حالی که ما داعش را بمباران می‌کنیم، بشار اسد وارد می‌شود و حملاتش را علیه ارتش آزادی تشدید هم کرده است. من ترغیب نمی‌کنم که گردانی از نیروهای آمریکایی را به عراق برگردانیم، اما ما کارهای زیادی می‌توانیم در سطح عملیاتی انجام بدهیم. یقیناً باید به نیروهای در صحنه سلاح‌ها و توانایی‌های مورد نیازشان را بدهیم. در حال حاضر ما باید حملات هوایی مؤثر داشته باشیم و این را هم نمی‌توان داشت مگر اینکه نفرات جلودار و کنترل کننده در صحنه و در روی زمین داشته باشیم. این روزها بازار نظرسنجی‌ها در مورد استراتژی اوباما برای مقابله با داعش داغ است. در همه این نظرسنجی‌ها که توسط مهمترین خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خبری صورت می‌گیرد، یک نقطه مشترک وجود دارد، اینکه اوباما ضعیف عمل می‌کند و استراتژی وی در سوریه و عراق به اندازه کافی قاطع و کارا نیست. بنا به نظرسنجی مشترک خبرگزاری آسوشیتد پرس و مؤسسه نظرسنجی JFK پول، 65% مردم آمریکا در حال حاضر میگویند تهدید از جانب گروه داعش بسیار و یا حتی فوق‌العاده مهم است و نصف آنها معتقدند که واکنش آمریکا در عراق و سوریه به اندازه کافی نبوده است. اکثر آنها خواهان این هستند که شرکای آمریکا اقداماتشان در جنگ با داعش را افزایش دهند. کمتر از نصف مردم آمریکا، 43%، نحوه اداره اوباما در رابطه با تهدیدات شبه نظامیان افراطی را تایید می‌کنند. 55% نحوه اداره اوباما در این رابطه را تایید نمی‌کنند. اکثریت آمریکاییان، یعنی 66%، از حملات هوایی آمریکا علیه داعش حمایت می‌کنند. 65% از افرادی که مورد نظرسنجی قرار گرفتند میگویند اوباما اهداف آمریکا در جنگ با گروه داعش را به اندازه روشنی برای مردم توضیح نداده است. 66% میگویند واکنش ارتش آمریکا کافی نبوده است. این آمار در ماه سپتامبر 40% بوده است. فقط 32% معتقدند که اوباما کارش را در توضیح سیاست آمریکا علیه داعش به خوبی انجام داده است. 47% از افرادی که مورد نظرسنجی قرار گرفتند گفتند به احتمال زیاد یا بسیار زیاد امکان یک حمله تروریستی دیگر در آمریکا وجود دارد. و اکنون گزارشی از تلویزیون العربیه را می‌بینیم در مورد نقض فاحش حقوق بشر در ایران و اعتراضات داخلی و بین المللی علیه آن. نفت ایران على لسان مندوبتها في الامم المتحده. نماینده رژیم ایران در سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر در مورد اعدام ریحانه جباری را رد کرد. این در حالی است که سازمان ملل متحد در گزارشی شرایط حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
همزمان با سازمان ملل موج اعتراض سازمان‌های حقوق بشری علیه نقض حقوق بشر در ایران برانگیخته شد. در جدیدترین گزارش سازمان ملل از ایران تصریح شده که حقوق بشر به طور جدی نقض می‌شود و از زمان روی کار آمدن روحانی اعدام‌ها در ایران افزایش یافته است. آخرین آن اعدام یک دختر جوان به اتهام کشتن مأمور سابق وزارت اطلاعات بود. همچنین شکنجه زندانیان در زندان‌ها گسترش یافته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش خود این موارد را ذکر کرده است. گزارش سازمان ملل اسناد و دلایلی ارائه داده است که نشان می‌دهد شرایط زنان در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود، امری که باعث نگرانی زنان شده است. وتتم بطرق منهجية لكن المندوبة الإيرانية فيروز ودلاتي نفذ. فرانسه 58 نیروگاه هسته‌ای برای تأمین برق دارد. یک شکاف امنیتی ایجاد شده است که جنجال ساز شده. یک زمان پرواز این هلیکوپترها فقط در داستان‌های علمی تخیلی دیده می‌شد، ولی اکنون هلیکوپترهایی بدون سرنشین به صورت گسترده‌ای در دسترس عموم قرار دارند. ظاهراً یک نفر آنها را بر فراز نیروگاه‌های اتمی فرانسه که 3/4 برق این کشور را تأمین می‌کنند به پرواز درآورده است. مقام‌های فرانسه مصرند که این هلیکوپترهای بدون سرنشین بسیار کوچکتر از آن هستند که موجب تهدیدات ایمنی شوند، ولی با این وجود آنها می‌خواهند بدانند که چه کسی مسئول این کار است. وزیر کشور فرانسه: تحقیقاتی در جریان است تا این پروازها را خنثا کنند. من نمی‌دانم که آنها دقیقاً چطور کار می‌کنند، چون نیازی ندارم. این هلیکوپترها بر فراز 7 نیروگاه اتمی فرانسه مشاهده شدند. اولین آنها در اول اکتبر بود و در هفته‌های بعد موارد دیگر به دنبال آن آمدند. برخی در ابتدا گروه صلح سبز را مسئول این کار می‌دانستند. در سال 2012 یکی از فعالان این گروه با چتر نجات در یکی از این نیروگاه‌ها در جنوب شرقی فرانسه فرود آمد. اما این گروه می‌گوید که در پرواز این هلیکوپترها نقشی نداشته است. یکی از اعضای گروه صلح سبز: به نظر می‌آید که شما می‌توانید بدون اینکه کسی بتواند مانع شود وارد حریم هوایی این نیروگاه‌ها شوید. این یک شکاف جدی امنیتی است. قوانین فرانسه پرواز هر نوع هواپیمایی را بر فراز 58 نیروگاه اتمی این کشور ممنوع کرده است و تحقیقات برای مشخص شدن این پروازها در جریان است. وزیر اقتصاد کابینه روحانی مدعی است کاهش قیمت نفت تأثیر چندانی بر بودجه نخواهد گذاشت، ولی سایر مقام‌های رژیم چیز دیگری می‌گویند. واقعیت چیست؟ با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت به 80 دلار و نرخ 100 دلاری نفت در بودجه 93 در سال جاری، دولت چه میزان کسری بودجه خواهد داشت؟ در پاسخ به این سوال، طیب نیا وزیر اقتصاد کابینه روحانی میگوید انشالله کسری بودجه نداریم. اما اظهارات دیگر مقام‌های رژیم خلاف این ادعای خوشبینانه و غیر واقعی است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی، تایید کرده که با ادامه روند کنونی درآمدهای پیشبینی شده در بودجه تحقق پیدا نمی کند. او روند کاهش قیمت نفت را حربه دشمن برای حمله به جمهوری اسلامی عنوان و تصریح کرده است اکنون تنها 1 میلیون بشکه نفت به فروش می رسد و از درآمد 110 میلیارد دلار به درآمد حدود 48 میلیارد دلار رسیده ایم که در نهایت حدود 25 میلیارد دلار آن سهم دولت می شود که همین نیز با تحریم ها در اختیار دولت قرار ندارد. سایت پاسدار رضایی تابناک نیز می نویسد همیشه کاهش بهای نفت نگرانی از کسری بودجه را افزایش می دهد. بنابراین با توجه به نزدیک شدن به زمان بسته شدن بودجه سال 94 و فرستادن آن به مجلس، تعیین بهای نفت در بودجه آینده به یکی از موضوعات اساسی تصمیم گیری در حوزه اقتصاد تبدیل شده است. بنابر اخبار غیررسمی، دولت می‌خواهد بهای نفت خام خود در بودجه سال 94 را در محدوده 70 دلار به ازای هر بشکه تعیین کند، حالان که بودجه سال 93
با قیمت نفت 100 دلار بسته شده است. لیبی این روزها صحنه نبرد میان ارتش ملی و بنیادگرایان افراطی است. سرنوشت لیبی و انقلاب مردم این کشور در گروه تعیین تکلیف این نبرد است. لیبی این روزها صحنه نبرد میان ارتش ملی و بنیادگرایان افراطی است. سرنوشت لیبی و انقلاب مردم این کشور در گروه تعیین تکلیف این نبرد است. بنغازی کانون درگیری‌های خونین است. درگیری‌های تاکنون صدها کشته و مجروح بر جای گذاشته است. شبه نظامیان بنیادگرا که تقریباً این شهر را در کنترل داشتند و از آنجا امنیت و ثبات سراسر لیبی و از جمله طرابلس را تهدید می‌کردند، اکنون هدف تهاجم گسترده ارتش ملی لیبی هستند. سربازان گردانی 204 تانک وابسته به ژنرال خلیفه حفتر موازی بنیادگرایان را مورد تهاجم قرار دادند. در این درگیری‌ها نیروهای دولتی با هواپیماهای میگ 23 برای در هم کوبیدن موازی شبه نظامیان بنیادگرا استفاده می‌کنند. یکی از اهداف بنیادگرایان در بنغازی تصرف فرودگاه بنینا بود، اما با تهاجم نیروهای ژنرال حفتر آنها به این هدف دست نیافتند. همزمان با نبردهای بنغازی، دولت لیبی به ارتش دستور داد تا طرابلس را از شبه نظامیان بنیادگرا پاکسازی کند. دولت لیبی از مردم خواسته است تا در بیرون کردن شبه نظامیان بنیادگرا با ارتش همکاری کنند. دولت لیبی علاوه بر حمایت مردمی، از حمایت کشورهایی چون مصر نیز برای نبرد با بنیادگرایان برخوردار است. مصر که خود تجربه تلخ بنیادگرایی را دارد، به حمایت از ارتش و مردم لیبی در این نبرد برخواسته است. استقلال کاتالونیا از اسپانیا موافقان و مخالفانی دارد. استدلال هر کدام چیست؟ دولت منطقه کاتالونیا قصد دارد روز یکشنبه 9 نوامبر یک همه پرسی نمادین برگزار کند. این کار صرفاً برای آگاهی از تمایل عمومی مردم کاتالونیا درباره استقلال یا عدم استقلال این منطقه از اسپانیا انجام می شود و نتیجه آن هیچ نوع الزام قانونی به همراه ندارد. پیش از این صحبت درباره برگزاری یک همه پرسی رسمی برای استقلال کاتالونیا بود، اما دادگاه قانون اساسی اسپانیا برگزاری آن را غیرقانونی خواند. به همین دلیل دولت منطقه کاتالونیا اکنون تنها به سنجش افکار ساکنان این منطقه بسنده کرده است. برخلاف اسکاتلند که در آنجا برای برگزاری همه پرسی میان ادینبورگ و لندن مذاکراتی صورت گرفت، در موضوع کاتالونیا به دلیل وجود اختلافات اساسی میان بارسلونا و مادرید، امکان مذاکرات میان مسئولان دو دولت امکان پذیر نبوده است و همین موضوع بر پیچیدگی های موجود در داخل جامعه کاتالونیا افزوده است. موضوع استقلال کاتالونیا اکنون موضوع داغ بسیاری از محافل مردمی است، چه در محله های پر رفت و آمدی مانند ال کارمل در مرکز بارسلون و چه در حومه شهر و جایی که اکثریت ساکنان آن را مردمی با اصالت غیر کاتالانی تشکیل می دهد. بسیاری از مردم ساکنان منطقه ال کارمل همچون ساکنان جنوب اسپانیا ریشه اندلسی دارند و اکنون سوال این است که آیا این افراد با استقلال کاتالونیا موافقند یا خیر؟ خوزه آنخلو رودریگز یک سندیکالیست 38 ساله است که در منطقه ال کارمل به دنیا آمده است. او پس از سالها فعالیت در احزاب سوسیالیست کاتالونیا و اسپانیا اکنون به یکی از طرفداران استقلال این منطقه تبدیل شده است، آن هم در حالی که زبان مادریش اسپانیایی است نه کاتالونیایی. در شرق بارسلون، در شهر بادالنا که دارای یک شهردار از احزاب راست است، با جوانی 17 ساله گفتگو کردیم که به تازگی به سن قانونی برای رأی دادن و مشارکت سیاسی به عنوان یک شهروند رسیده است. آریتسبل عضو یکی از احزاب طرفدار استقلال کاتالونیا است. بلاس مارتینز از مؤسسان یک باشگاه طرفدار تیم فوتبال رئال مادرید از مخالفان جدایی کاتالونیا از اسپانیا است. او میگوید
در بسیاری از جاها مرزها برداشته شدند، اما برعکس در اینجا مردم تلاش می‌کنند که کاری را انجام دهند که برای من هیچ معنایی ندارد. زیرا در صورت استقلال ما از اتحادیه اروپا خارج می‌شویم و حتی دیگر پول مشترک آنها را نیز نخواهیم داشت. Club co-founder Blas Martinez lives in Salamanca today and watches the independence process. اسرار درون گاف صندوق‌های بزرگ بانک‌ها در آینده نزدیک دست یافتنی خواهد شد. هفته گذشته برلین میزبان مجمع جهانی شفافیت و تبادل اطلاعات بانکی بود. در پایان این مجمع 50 کشور شرکت کننده در آن با امضای توافقنامه‌ای متعهد شدند نسبت به تبادل اتوماتیک اطلاعات بانکی با یکدیگر همکاری کنند. هدف از امضای این توافقنامه مبارزه مؤثر با تقلب و فرار مالیاتی است. وزیر دارایی آلمان ولفگانگ شویبل گفت از این موضوع که کشورهای بسیاری نسبت به مشارکت در تبادل اطلاعات اقدام می‌کنند اطمینان دارم. با یکدیگر همکاری کنیم تا نقشی در شفافیت و برابری و عدالت در قرن 21 داشته باشیم. معیارها و جزئیات این توافقنامه که از سال 2017 لازم الاجرا خواهد شد توسط سازمان همکاری و توسعه مشخص شده است. در این بین سوئیس نماد حفظ اسرار بانکی متعهد شده است از سال 2018 همکاری خود را با سایر کشورها آغاز کند. پارلمان این کشور باید در این زمینه قوانینی را به تصویب برساند. سنگاپور نیز مفاد این توافقنامه را از سال 2018 به مرحله اجرا در می آورد. سوئد در میان کشورهای اتحادیه اروپا مقام اول را در پذیرش پناهجو دارد و همین خاطر بسیاری از عراقیان و سوری‌های مسیحی به این کشور پناهنده شدند. روبرت و خانواده‌اش از شهر هسکه شمال سوریه گریختند. آنها اکنون در شهر سودتلیا در سوئد در امنیت هستند. از 90,000 ساکن این شهر 30,000 نفر آنها پیشینه خاورمیانه‌ای دارند. اولین آشوری‌ها 50 سال پیش به سودتلیا آمدند و به همین دلیل بسیاری از عراقی‌ها و سوری‌های آشوری و مسیحی در اینجا بستگانی دارند. به ملاقات ابراهیم می‌رویم. او 6 ماه پیش با پرداخت پول زیاد به قاچاقچیان توانست از سوریه به سوئد بیاید. ابراهیم و خانواده‌اش در حومه سودتلیا زندگی می‌کنند. ابراهیم پناهنده مسیحی سوری. یکی از نزدیکان ما وقتی می‌خواست از محلی به محل دیگر برود، توسط تروریست‌ها روبوده شد. آنها می‌خواستند سرش را ببرند. ما نمی‌دانیم که الان کشته شده یا نه. و همین خاطر خانواده من خیلی نگران شدند و تصمیم گرفتیم کشور را ترک کنیم. افرام یعقوب، رئیس فدراسیون آشوری‌های سوئد: مطلعم که هر روز حدود 10 تا 20 خانواده آشوری عراق را ترک می‌کنند. در حال حاضر شبه نظامیان در حال ریشه‌کنی مسیحیان منطقه هستند. تقاضای اصلی ما از سیاستمداران و دولت‌ها این است که کمک کنند آشوری‌ها در خاورمیانه باقی بمانند. یعقوب از طریق تماس اسکایپ از دوست خود در عراق که به دهوک پناهنده شده است می‌پرسد: نظرت درباره مسلح کردن آشوریان عراق چیست؟ البته باید مسلح شوند. آنها باید از حق خودشان دفاع کنند. For security reasons, he opts for a pseudonym, Elia. در جریان بهار عرب، دیکتاتورهای معزول و خاندان و بستگان آنها میلیاردها دلار از اموال مردم را غارت کردند. راه حل بازگرداندن آنها چیست؟ در سوئیس اجلاس بازگرداندن اموال غارت شده در کشورهای بهار عرب شروع شد. این اجلاس تا روز دوشنبه 12 آبان ادامه خواهد داشت. میزبان این اجلاس دولت سوئیس و ریاست مشترک آن با تونس و مصر می باشد. در این اجلاس نمایندگانی از کشورهای آمریکا، انگلستان، قطر و آفریقای جنوبی نیز حضور دارند. مراسم گرامی داشت 60th سالگرد استقلال الجزایر از فرانسه با حضور عبدالعزیز بوتفلیقه برگزار شد. در سال 1954 پس از سالها نبرد مسلحانه میان جبهه آزادی بخش الجزایر و ارتش فرانسه، ژنرال دوگل با استقلال این مستعمره موافقت کرد.
هزاران نفر از مردم یونان با برگزاری تظاهراتی در مقابل پارلمان این کشور به ادامه سیاست‌های ریاضت اقتصادی اعتراض کردند. سندیکای کارگری حزب کمونیست یونان این تظاهرات را سازماندهی و اجرا کرده بود. در پاریس جشنواره آزادی فلسطین با مشارکت ده ها هنرمند و روشنفکر فلسطینی و سایر کشورهای اروپایی و عرب برگزار شد. این جشنواره به منظور پایان یافتن اشغالگری و تحریم کالاهای اسرائیلی برگزار شد. جشنواره پاریس با به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین توسط سوئد همزمان شد.